اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا اله الا الله وحده لا شریک الله له الملک و له الحمد و هو على كل شيء قدیر. سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. در این کلیپ به شما بزرگواران نحوه احضار جنی مسلمان جهت مخابره و پرسش موضوعات پنهان را آموزش میدم. این نسخه از مجربات شیخ ابوعلی عمرانی رحمت الله علیه هست و شما بزرگواران می توانید استفاده کنید. از اولین یک شنبه ماه قمری شروع می کنید به ریاضت به مدت 7 روز. از همان روز یک شنبه به مدت 7 روز ترک حیوانی میکنید. بله، روزه نیازی نیست، فقط ترک حیوانی. پس از هر نماز واجب، نمازهای مستحب نه، پس از هر نماز واجب، یعنی از همان یک شنبه ماه قمری، پس از نماز صبح 66 مرتبه پس از نماز صبح میگویید یا محقنان. یا محقنان 66 مرتبه. روزانه 100 مرتبه قبل از خواب هم تکرار میکنید. آتی هاتی هوری هاری هان، 100 مرتبه قبل از خواب با وضو رو به قبله یک عود هم روشن میکنید. 100 مرتبه آتی هاتی هوری هاری هان. پس از اینکه این 7 روز تمام شد، روز آخر که روز 7 هست، دور از اغیار می روید. دور از اغیار می روید، این مکانی که خالی از رفت آمد مردم باشه یا خیلی کم باشه، کسی هم شما را نبینه. می توانید مثلا اگر یک خانه باقی خارج از شهر دارید، میتونید این کار رو انجام بدید. کسی باشی شما رو نبینه، این عمل تنها باشید. وقت غروب خورشید پس میروید مکانی دور از اغیار، آتش روشن میکنید، آتشی طبیعی بدون بنزین و مواد آتشزا آتشی روشن میکنید. نیازی نیست آتش خیلی بزرگ باشه. در اون آتش یک مشت اسپند و کندور می‌ریزید، یعنی یک مشت اسپند، یک مشت کندور، نه اینکه با هم اینها بشه، یک مشت می‌ریزید و بعد از آتش فاصله می‌گیرید، حصار می‌کشید با یک کارد، با یک کاردی حصار می‌کشید، صورت مربع هر خطی که کشیدید، هر خط حصاری که کشیدید 3 مرتبه آیت الکرسی. بله، این خط اول، خط دوم، خط سوم و خط چهارم. بعد درون حصار هستید، باز به دور خود به صورت دایره با همون کارد می کشید به 11 مرتبه. این کشیدن این دایره آیت الکرسی میخوانید. در این حس، در این مندل که نشستید، روبروی خود یک چاقو، یعنی همون کار رو در زمین فرو میکنید، همراه خود قرآن میگیرید و انواع حصارهای، یعنی تحسینهای جامع رحمانی، حالا هر چه که هست، و بعد
شروع میکنید به خواندن. آتی هاتی هوری هاری هان، شروع میکنید با صدای بلند به خواندن. چقدر میخوانید؟ اینقدر بخوانید تا حاضر شود. معمولا به صد نرسیده حاضر میشود. دوستیم بود که 200 مرتبه گفته بود حدودا، ولی دیگه آخرش 200 مرتبه هست حاضر میشود. کم کم میبینید که در وسط آتش دودی سفید رنگ پدیدار میشود، از همون آتش. کم کم قسمت بالای دود مانند یک سر میشود و یک صورت روحانی پدیدار میشود. به او سلام کنید، خوش آمد گویید. سلام شما را جواب خواهد داد و میگوید ای بنده خدا، سوال و موضوع تو چیست؟ بله، سوال و موضوع تو چیست؟ ببینید این جن محقنان فقط سوال رو پاسخ میده، یعنی موضوع کار دیگه ای داشته باشید خیر، فقط سوال. تعداد سوالات هم 11 تا، 11 تا سوالات. سوالات از قبر و قیامت و امام زمان و آخرت نباشه، سوالاتی که دنیوی هست، مثلا شما رو میتونه حتی بررسی کنه، بگید من رو بررسی کن، مشکلات من چیست، نمیدونم نقاط ضعف من چیست در علوم مثلا روحانی، در زندگی، در موارد کاری، نمیدونم هر سوالی که دارید. در باب دفینه هم سوال نکنید، چون این پاسخ نمیده در باب دفینه. خب شروع میکنید تک تک سوالاتتان رو از قبل آماده کنید و بپرسید. هیچ ترسی نداره این عمل، هیچ ضرری نداره، هیچ ترسی نداره. شما میتوانید این عمل رو انجام بدید، هیچ ترسی نداره، هیچ آسیبی هم به شما نمیرسه. خب پس از این که سوالای شما تمام شد، 11 مرتبه آیت الکرسی میخوانید، دور خود میدمید و از حصار خارج میشوید. کارد رو میکشید، کارد به دستتون، از حصار خارج میشوید. البته این رو عذرخواهی میکنم نگفتم، پس از این که سوال شما تمام شد از او تشکر میکنید، از او خداحافظی میکنید و بعد 7 مرتبه سوره 7 مرتبه سوره زلزال را میخوانید. 7 مرتبه به نیت این که این جن از اونجا برود. نیازی به هیچ انصراف نامه خاصی نیست، فقط 7 مرتبه سوره زلزال میخوانید با صدای بلند. نیازی هم نیست که به کلمه اشتاتن اگر رسیدید 7 مرتبه یا 3 مرتبه تکرار کنید، هیچ نیازی نیست. پس از این که تمام شد کارتان، پس بیرون میایید از این حصار، آیت الکرسی میخوانید، بیرون میایید و میروید و سلام. در خواب زکات رو به شما میگه، یا مثلا میگه مثلا 100 گرم نقره یا 50 گرم نقره، اما ته زکات همین 100 گرم نقره است. بله، یا مثلا یک چند سوره میگه بخوان، مثلا 3 یاسین بخوان. بله، این هم از احضار جن مسلمان به جهت مخابره. مورد دیگه نیست، نکته دیگری نیست. امیدوارم که موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله الاب سید رحمانی.